اگه ما بخوایم شروع کنیم یکم یه ریویوی بکنیم از قبل که ما کجا بودیم تا به کجا رسیدیم دیگه ها فعلا یه اگه یادتون باشه صحبت سر اول که صحبت سر شک و باور بود که ما به یه چیزی شک بکنیم یا شک داشته باشیم نسبت به یه چیزی تا اینکه باور قطعی داشته باشیم دوتا امر مختلفه به اون چیزی که شک داریم مطمئناً اون شک اگه بهش به اندازه کافی فکر بدیم و باهاش به اندازه کافی کار کنیم اون به یقین مبدل میشه مثالش هم اون خیلی رومی شد چایم اومد چایم بفرمایید پس بعد از اینکه دیگه دیگه راحت شروع کنیم دیگه از وقتی ساعت رو عوض کردن خیلی صبح زود شروع میشه من به چایی باید تو کنم خوردم قدیما من میومدم اینجا واقعا چایی بکنم دیگه نمیشه سر کرد حواس پرتی نداشته باشه صدای من میاد بهتون صدای من خوبه یه ذره بیشتر باشه بهتره باید بیشتر کنم صدا رو شمس قبل از یعنی اونم مولانا نوشته
اصلا این نوشته یا بعدش قبلش نوشته شما اون رو خوندین آره دیگه بالا همش رو که در آخر اسپراتیکلی و اونور شعرش رو خوب خوندم دیگه بعد نه یعنی برای کلاس قبل از برای این کلاس من بله با من از دیدی که 6 7 سال فقط اون رو می‌خوندم بعد دلیلش هم بود که اون دیوانه کبیر خیلی و جالبه سعی میکنم من اون جاهایی که رپ داشته باشه یا اشعاری که بدونم بهتون بگم مثلا با کدوم شعر تو دیوانه کبیر رپ داره بهش میگن دیوانه کبیر حالا من بهش میگم دیوانه کبیر اسمای مختلف داره دیوانه شمس هر نمیدونم دیوانه کبیر یا چی به هر حال چند سال قبل از این نوشته بوده؟ 10 سال مولوی 10 سال 10 سال قبلش دیوانه کبیر که نوشته نبوده دیوانه کبیر به حالت بیشتر همطوری این به خاطر فراق شمس تبریزی اینو شروع میکنه به نوشتن این نوشتن که شروع میکنه به گفتن که بالاخره برای شاگرداش میگفته برای شاگرداش برای هر کسی راستشو بخواید دیوانه کبیر یه خصوصیتی که اشعارش داره حالا بدونید یا نه اینا همشون یه ریتم رقصی دارن یعنی شما این خوندنش مثلا که راحت ترین چیزا برای این خواننده های سنتی ما حالا این آقای ناظری و نمیدونم شجریان و اینا که راحت ترین کاراشون اینه که یکی از غزلهای دیوان کبیر رو بردارن و شروع کنن بخونن چون وزن داره و وزنش به خاطر اینه که اینا همش با چیز بوده اصلا کل طرب کردن و رقص سماعی که میکرده و اینا با این اشعار بوده بعد آره داستانش اینه که 10 سال یا 11 سال بعدش میان به مولوی ازش واقعا یه چیزی میخوان که در این طریق معرفت که خودش بهش رسیده خب یه جوری داستانش رو برای بقیه هم بگه حالا طبق داستانها و اینا اینه که خودش هم میگه منم توی همچین فکری بودم دستارش رو دست میکنه و ازش یه کاغذی در میاره که شعر اول دفتر اول که بشنو این نی چون حکایت میکنند از جدایی ها شکایت میکنند این شروعش بوده و 18 بیت اول رو نوشته بوده خودش و بعدش همون دیگه آغاز این 11 سال بعد از این بوده که دفتر یعنی دیوان کبیر رو مثلا بالاخره جمع آوری میکنن 2 سال طول میکشه که دفتر اول مولوی بنویسه بعد از دفتر اول که مینویسه 2 سال هم تأخیر داره توش به خاطر حالا آخرهای دفتر اول یه سری ابیاتی هست که نظر به این داره که مولوی احساس میکرده که دیگه این شعرها براش اونجوری که باید بیاد نمیومده یه کمی تأخیر داشته و برمیداره به خاطر همین اول دفتر دوم میگه که مدتی این مثنوی تأخیر شد مدتی مدتی بایست تا خون شیر شد بعد از اون وقت دیگه همه این دفترها 2 سال طول کشیده و کلن میگن که 2 سال اول و 2 سال تأخیر چیز میشه 4 سال 5 تا دفتر دیگه هم بوده هر کدوم 2 سال میشه 10 سال 14 سال طول میکشه مثنوی رو مولوی تحریر کنه و بگه و بعدش دیگه آخر دفتر ششم هم دیگه چند ماه بعدش هم خودش فوت میکنه خلاصه این برنامه اینجوریه ولی حالا داریم چیز میکنه داستان ها رو میگیم یکی یکی بعد اگه یادتون باشه
راجب کرامات شیخ افتع صحبت کردیم. شیخ افتع اون بابایی بود که با خودش یه قولی داده بود، بعد قولش رو زیرش میزنه و به خاطر اینکه قولش رو زیرش میزنه دستش قطع میشه، به خاطر اون داستانی که دزدا میان و دور و بر اون داشتن تقسیم میکردن و اینم به جز دزدا میگیرن و قرار بوده دست و پاش بره، ولی دستش رو میزنن میفهمن که این آدم با کرامتی. بعد از اون داستان شیخ افتر ادامه داره که یه کسی میبینه که این شیخ افتر دستون قرد نکنه بزن. همون خیلی همون سر این بلندوه کامل نمیبارد همون روشن همش همه چیزاش من نمیدونم باید چی کار کرد اونجا. سلام سلام. بعد صحبت دست و پا زدن و بعد مولوی شروع میکنه راجبش صحبت کردن، میگه که دست و پای ما فرقی واسه اون کسی که واصل شده براش فرقی نمیکنه که دست و پا تو چه جایی باشه. یا آها شد، مرسی، خیلی ممنون. یه ذره بلندش هم بکنیم. آره مرسی. میگه که فرقی واسهش نمیکنه که دست و پا تو چه حالتی باشه، به خاطر اینکه اینا چیزای زمینی میدونه و ما رو اصلا از جزء آسمانی میدونه، به خاطر همین فرقی نداره حالا دست باشه پا باشه نباشه، این چیز رفتنیه، روح چیز ازلی ابدی. ابو بعد داستان ساحره و فرعونش رو میگه که فرعون به ساحراش میگه که شما قرار دور و بر موسی باشین، حواستون باشه که چیز نیستش، من زیاد خوشحال نیستم از این مسئله. ساحران میگن که اوکی اشکالی نداره، میخوای ما رو بکشی بکش، فرقی برای ما نداره، ما به اون چیزی که رسیدیم نشونمون داده که این بدن خاکی رو میتونیم ازش راحت بگذریم. یه حرف دیگه مولوی بخش اینجا شروع میکنه زدن راجب این که میتونید اگه براتون ذره سخته این چیزی که دارید الان میبینید، اگه ذره واسهتون سخته ادراکه، فکر کنید که شماها خوابین الان و تو خواب اگه شما ببینید که دستتون رو قطع کردن یا پاتون رو قطع کردن، وقتی بیدار میشین دست و پاتون سر جاشه، کاری نداره بهتون. به خاطر همین اینطوری فرض کنید این چیزا. این یه فرضیه بود که خودش راجبش صحبت میکنه. بعد داستان اون شیخی بود که فرزندش فوت میکنه، فرزندانش فوت کرده بودن و اتفاقی که میفته مادر این فرزندا بهش شکوه میکنه که تو چرا با اینا چرا گریه نمیکنی مثل بقیه. اون شیخ هم میاد میگه بابا وقتی من فرزندامو میبینم دور و بر من دارن بازی میکنن، دست میندازن گردن من، این گریه نداره که من دارم اینا رو میبینم. و با صحبت از اون یواش یواش صحبت به اونجا میشه که چی رو ما میبینیم و چه چیزی رو ما نمیبینیم، چه چیزی برای ما آشکار و چه چیزی برای ما آشکار نیستش. و کل اونجا رو بالاخره داستاناشو همش راجع به همینه که یعنی اون آدم انسان‌های واصل قدرت دیدشون توی یه مرحله دیگه است. داستان دیگه باز میاد راجع به یه شیخی که کور بوده و دوستش میاد خونش، شروع میکنه نگاه میکنه میبینه این یه قرآن تو خونشه در صورتی که آدم کوریه. بعد براش البته اینجا راجع به هم صبر صحبت میکنه، هم راجع به اینکه بالاخره باز اولیاء الله چجوری اینا چجوری زندگیشون چجوره یا اون کرامتی که بهش رسیدن تو چه لولیه. باز این دوستش میاد میبینه که شبا این شروع میکنه به قرآن خوندن، ازش میپرسه که داستان این چیه، میگه که من از خدا خواستم که شب بینایی من پس بده که من بتونم قرآن بخونم. با
باز داستان لقمانه و حضرت داوود که اگه یادتون باشه حضرت داوود داشته زره میبافته، لقمان نمیدونسته زره به درد چی میخوره، ولی پیش خودش میگه من صبر میکنم شاید بعدن برام این آشکار بشه این موضوع، که همینم میشه وقتی که حضرت داوود زره بافیش تموم میشه به لقمان میگه که این یه وسیله‌ایه که در زمان جنگ میپوشن، یه پوشیدنیه که از زخم و جراحت آدمو حفظ میکنه. حالا ما فکر کنم یه نفر حضرت موسی یا یه نفر میرسیم بهش، حضرت خضر. آره ما الان به داستان حضرت خضر داریم میرسیم. تقریبا تو بله، ولی الان اتفاقا الان به یه داستانی ما قراره برسیم، هنوز نرسیدیم، راجع به یه شخصی یه شخصیتی به اسم دقوقی که حالا راجع به اونم صحبت میکنیم. حالا آیا این شخصیت شخصیت فیزیکی داشته یا نداشته، یا آیا واقعا مولوی داره یه همچین آدمی رو صحبتشو میکنه یا مولوی خودشو میخواد بگه توی قالب کسی دیگه، اونم هست. ولی یه داستانهاش هست که مثل این که کسی بوده که نزدیک سوریه هم زندگی میکرده. حالا ما فکر کنم اینجا نگه داشتیم دفعه پیش. حالا اول سوال کردن بهلول آن درویشو، پس اینم ما خوندیم نابینا و مصحف خواندن اون، اینم خوندیم. بعدش صفت بعضی از اولیا که راضین به احکام و دعا و لابه نکنن که این حکم را بگرد. اینم خوندیم، پس اینم البته الان لازمه بگم. صحبت اولیاء الله که مولوی میکنه میگه به دو دستن اینا، یه عده‌شون هستن که اینا به دعا معتقد نیستن. به دعا به چه نحوی؟ به این نحو که برای مثال اگه الان ببینن که یه مثلا یه مصیبتی یه قضا و قدری قراره اتفاق بیفته، تو اون قضا و قدر اینا دخالت نمی کنن و میگن چون این هر چیزی که هست ما تسلیم مشیت خداوندیم، پس اون قضا و قدر هم مشیت خداونده و ما این رو هم قبول داریم. بعضی از اولیا، بعضی دیگه شون حالا طبق حرفایی که مولوی میزنه نه، ممکنه یه قضا و قدری اگه ببینن دعا به شفاعت اون کسایی که داره اون بلا به سرشون میاد بکنه. دارین یه جوری من رو نگاه میکنید؟ یعنی حرف من بگید. نه خب بگی، الان اصلا میترسم جلوتر. دعا به شفاعت میکنند، یعنی اینکه اگه بلایی قراره به سر کسی بیاد خودشون رو یا از اون نزدیکی خودشون استفاده میکنند که اون بلا رو از سر یک گروهی یا یک آدمی بردار. این شفاعت ممکن دعا اوکی. بله اینو من می‌خوام، این با اون شفاعتی که سنتی هست خیلی فرق می‌کنه. یعنی شما خودتون رو از دریای خدا شفیع می‌کنی برای کسایی که خود دینت نیست. یعنی برای همین اینتنشن، مثلا اینکه به شما میگه التماس دعا، یعنی تو برای من دعا کن. خب این آره درسته، اونم میشه، اونم میشه. چرا که نه؟ چون اتفاقا جان شما قبول بشه از من قبول نشه اصلا. دقیقا تنها فرقشونه که زنده و مرده. بر اساس قرآن میگه اونهایی که مردن صدای شما رو نمیشنون، اگرم بشنون تا آخر تا روز قیامت کاری دستشون بر نمیاد. خب صبر کنید. نه خب بس من الان جواب دارم، ولی به خاطر اینکه کلاس به هم نریزه صبر کنید، اشکال نداره کلاس الان به هم میریزه. شما شفاعتی چون من برایش الان اون تیکه مسئله دارم اینه که ما
معتقدیم که خداوند از رگ گردن به ما نزدیکتر. درست. پس دیگه ما شفاعت وقتی اینقدر نزدیک هستیم خب نه خدا به ما نزدیکه، قرار نیست که ما به خدا نزدیک بشیم. نه ما میتونیم خودمون به همون نزدیکی که ببینید اتفاقا صحبت همینه که آیا ما واقعا حرفی میزنن درسته، آیا ما همون نزدیکی رو حس میکنیم؟ یعنی یه موقع هست میگید که اینقدر به نزدیکی خودت میتونی سعی کنید بهش نزدیک بشی. آفرین. اگه شما خودتون سعی میکنید که سعی دارید میکنید. یه عده هستن نمیبینن، نمیفهمن و قبولم ندارن اصلا. نمیتونن. اگه اونطوره پس طرف اصلا با کل پرمیس این که خدا از رگ گردن به ما نزدیکتره اصلا مشکل داره. حتی مسئله اینه که باز اینجا برمیگرده به اصل خداشناسی که ما خدا رو چی میبینیم. متوجه این چی میگم؟ اونم هست که ما واقعا تو این یونیورسی که الان داریم نگاش میکنیم خدا رو چه المنتی از این یونیورس میبینیم، یا آیا خدا رو کل این یونیورس میبینیم و قبول داریم که ما جزئی از یه کلیم. واقعا یه داستان کوچیک داره اینجا، حالا زودتر بهتون بگم. میگه وقتی که مولوی میگه باز دوباره میگه اگه عضوی از یه بدن زنده رو شما وقتی ببرین اون مرده میشه. ما مردگیمون به خاطر اینکه از اون کل جداییم، چون ما از اون کلی که بهش وصل بودیم وقتی میکننمون، یعنی خودمون رو کندیم در حقیقت، جداییم. سو اگه ما خودمون رو اونطوری جدا میبینیم مسلماً برامون هم سخت دوباره باهاش ارتباط برقرار کنیم، مگر اینکه دوباره وصل شیم. بگید. نه اعتقاد من برای اینه که خداوند همه چیز رو آسون کرده برای کساری که خواهد. درست میگید. ما را مشکل رو درست میگید نباید به اینقدر چیدش بکنیم. بنابراین کسی رو که اینقدر به ما نزدیکه ما هم میتونیم به همون ولی از پیچیدگی منظورتون چیه؟ بله؟ از پیچیدگی منظورتون چیه؟ نه منظور اینه که همین شفی مثلا میتونید بکنید. این بقیه من زیاد باری نداره. اشکال نداره. این مسئله هم تو ذهن من اومد کم بیتو قرآن همه همون میدونیم نوشته اونتی آقا محسن اشاره کردن فرق زنده با مردن فهم میکنه. تو قرآن میگه ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا، میگه اینا رو هرگز نداره خدا کشته میشن مرده نپندارید، بلکه اینا زنده هن و نظر پروردگارش روز ما مثلا میگه شفی میشیم به رسولانمون به امامانمون، در حقیقت ما اینا رو مرده فرض نمیکنیم بلکه اونا زنده هستن. همینطوری که مولانا اشاره میکنه این مردن جسم فقط، اینی که روح هستن، اینی که مثلا ما موقعی که میگیم مثلا به امام رضا موقع شفاعت میخواییم فکر میکنیم ایشون زنده است. ببینید همون پس یه جان شما بگید چرا رد لایت؟ که به دکتر یه نسخه بگیری؟ نه، because it's I think it's a to me it's a big misunderstanding. همه یه حرف میزنیم، یه حرف همون نیستیم مدوارده. ما بعد این امامو مردن از محمد مرده همه این چیزا. بلی اینطور که من میفهمم، شاید هم اشتباه میکنم، اینطور که من میفهمم ما به خدا با خدا داریم خاطر خوبی اون مثلا
یه چیزی رو بهتون بگم، صحبت اولیا رو که مولوی میکنه، اولیا از انبیا بالاترن. حالا دلیلش چیه؟ ما دوباره این خیلی پس کلی ما حرف داریم امروز پس بزنیم. ببینید جلوتر به این جریان ما میرسیم. آره بابا نه ببین ماهاییم، یعنی واقعا از جنس ما، از جنس رگ و پوست و ریشه و اینا دارم. من میگم یه ذره این جریان رو، ببخشید این حرف رو میزنم، شاید جسارته، ولی یه کمی از این بود مذهبیش ما بیایم بیرون، ما بود انسانی و یونیورسالش رو که نگاه بکنیم، جریان یه ذره فرق میکنه. ما الانه متاسفانه این تأسفش هم به خاطر اینه که ما شاید داریم یه زاویه مثلا یک زاویه نگاه میکنیم، 10 درجه رو نگاه میکنیم که 90 درجه رو واقعا اصلا کاملا ازش غافلیم. اون 10 درجه هم چیزیه که ما به همون یاد دادن دیگه. الان دوروبر اینجا رو ببینید، خب بالاخره برای امام حسین ما، حالا جالب بود هفته پیش دکتر سعیدی بودن، شنبه شب سعید رازی، نه سعیدی، یه دکتر جان انتظام، دکتر انتظام بودن مثلا، که یه سخنرانی داشتن، یه شعری بود، حمید انتظام، بله، که راجب بعد نمیدونم اینو گرفتید یا نه، صحبت میگفتن که مولوی ارادت خاصی به امام حسین داشته و حرفشون رو من خیلی خوشم اومد از حرفشون. دلیلش همین بود که ما همیشه حرفی میزنیم میگیم مولوی عرفان عاشقانه داره، امام حسین هم کارش کار عاشقانه بود. خب به خاطر همین مولوی نسبت به این مسئله جوری که فکر میکنه و جوری که حداقل به کار امام حسین نگاه میکنه، مصیبت و این چیزها رو بذاریم کنار، علی اصغر 6 ماهه و نمیدونم حضرت عباس و اینا همه رو بذاریم کنار، صحبت سر عمله که چه عملی بود و چه اعتقادی بود و چه عشقی بود که به اون عشق و اعتقاد امام حسین حالا کاری رو برای خودش فکر میکرد باید انجام بده و انجام داد. بعد مولوی تو دفتر ششم ایشون اینو کوت آورد و من اینو نوشتم که صحبت از این مصیبت کربلا میکنه مولوی، میگه چون که ایشان خسرو به دین بوده اند، وقت شادی شد چو بشکستند بند، سوی شاد روان دولت تاختند، کنده و زنجیر را انداختند، روز ملک است و گش و شاهنشهی، گر تو یک ذره از ایشان آگهی. خب راجع به کاری که اینا توی کربلا کردن، ورنه ای آگه برو بر خودگری، زان که در انگار نقل و حشری در حقیقت، برو خودتو اگه نمیبینی برو یه ذره تو خودت نگاه بکن، بر دل و دین خرابت رو نوحه کن، که نمیبیند جز این خاک کهن. اگه میخوای مصیبت رو بهش نوحه بکنی، برو به دین و، حالا اینجا میگه دین و دل خرابت، برو بشین گریه کن، حال زار خودت که نمیبیند جز این خاک کهن. تنها چیزی رو که میبینه این خاکه و همه کارو برای این خاک داره میکنه. دو تا حرف داره میزنه، یکی این که کاری که امام حسین کرد برای این خاک نبود، اون کار عاشقانه‌ای که کرد برای یه چیز دیگه، منظور دیگه بود. اگه اونو نمیفهمی برو خودتو دوباره دریاب، ببین واقعا من چقدر از این جریان فهمیدم که من الانه به خاطر این خاک دارم چیکار میکنم. ور همی بیند چرا نبود دلیل، پشتدار و جان سپار و چشم سیر، در درخت در
در درخت کو از می دین فرخی، ببخشید، در رخت کو از می دین فرخی، گر بدیدی بحر کو بحر کو کف سخی. صحبت کف و بحر رو همیشه مولوی میکنه، میگه ببین یا بحر رو نمیبینی ولی کف رو دوباره میبینی و بهش چیز داری، ارادت داری. آن که جو دید آب را نکند دریغ، خاصه آن کو دید آن دریا و مید. میگه اگه جو کسی ببینه، چون این جو رو به چیزی میبینه که میره به طرف دریا، میگه اگه ببینه به احتمال قوی میتونه خودشو به دریا برسونه، خاصه البته اون کسیه که دریا رو هم تونسته باشه حداقل دیده باشه بدون کجاست. همه اینا صحبت ها از شفاعت و از اینکه حالا ما بهشتی هستیم یا جهنمی هستیم یا همه این چیزا برمیگرده آخر سر تو این دل خودمون، هیچیش اکسترنال نیست. همه این زیارتنامه ها و این چیزا رو اگه ما بشینیم بخونیم، ما یه جوری دوست داریم دل خودمون رو صیقل بدیم، حالا به هر متنی نوشته شده باشه. نه تموم نشد. آره دلیلش هم این بود که حالا میرسیم، من نوتم هم پیدا کردم، ولی یکی از اسماء خداست، ولی نبی اسم خدا نیست، رسول اسم خدا نیست، انبیا و اولیا. اینجا اولیا چون یعنی حتی به خاطر همون اصلا یکی از اسماء خدا هم چیز داره، اینا به خاطر همین بالاترن. حتی یه دفعه ما راجع به ببینید خود تو دفتر اولم یه دفعه خوندیم، هفته پیش هم صحبتشو کردیم، قبلا هم صحبتشو کردیم. خدا میگه من بدون اولیا یه سری حرفا رو نمیزنم، من به نبیشم نگفتم ولی بدون اینا هم نمیزنم. یادتون هست؟ یادتونه؟ دفتره که راجبش بود که میگو ما حرفی بود که من به خلیل نگفتم ولی به شماها گفتم. یا همین یک سفر که اسامی اولیا اسم خدا هست، بله، فقط همین برتریشون رو نشون میده. نه والا توی چیزایی که خوندیم تا حالا مولوی اولیا رو خیلی بیشتر از انبیا صحبتشون رو داره میکنه، همه چی نسبت به اولیا هست. اولیا رو توی ببینید اون که نبیه، یه دفعه اتفاقا اینجا صحبت رو کردیم، نبی منسوب میشه و بعد به قول بچه ها یه کسی انتخاب شده است، انتخاب شده است و یه ذره هم هند هولدینگ داره، یعنی خدا رجسته، ولی اونی که انتخاب شده است حتما زمینه‌شو داشته. آره آره، ولی اولیا اینا میرسن بهش، یه دست آوردیه، یه اچیومنتیه، پله پله یه اچیومنتیه. مولوی هیچ وقت خودشو به عنوان انبیا چیز نه، درصد که خیلی هم ارادت داره بهشون، ولی اچیومنت داره، یه اتفاقی، یه جرقه یه جا زده، یه شعله‌ای براشون روشن شده، اونی که فهمیده این شعله رو نذاشته خاموش بشه. انبیا رو میشناسیم، آره، چیزایی که برامون گفتن، بله، ولی اولیا رو میشناسیم. آره حالا چرا؟ به خاطر اینکه نهفته ترین، یعنی تمام این رازهای نهفته دست ایناست. چه اشکال داره که بشناسنش؟ والا طبق گفته مولوی اگه ما این رازها رو همین جوری ول کنیم بگیم، خودش یعنی مولوی اینو گفته، یعنی ما منظورم اینان، میگه کوه هم نمیتونه اینا رو چیز بکنه، همه چی از هم متلاشی میشه، همه چی از بین میره، نمیتونن بگن، ما قدرت شنیدنش هم نداریم.
ما ظرفیت رو نداریم. همینطوری که میشتویم باور نمی‌کنیم. بابا ما همین به قولش همین الانش ما مشکل داریم با یه سری از چیزایی که حالا یه جورایی واضح همینجا میگه. نه این نیست، نه اون اینجوری نمیتونه باشه. به عنوان یک فرد میگیم این مثلا نبیه، این ولی به عنوان یک فرد ما نمیشناسیم کسی رو. حالا گفته هاش ما یه فرد رو فعلا داریم میشناسیم، اونم حضرت اینم آقای مولوی. ما فعلا اینو به عنوان یه الگو از این مسئله داریم نگاه میکنم. از میشتری هم خیلی براش باورمون سخت هم اصلا داستانش هم خودش میگه من بیشتر از این نمیتونم بگم، من باید اینجا چیز داشته باشم، من باید کمتر حرف بزنم، اینجا باید خاموش باشم. یه جام به خدا میگه، میگه اگه قراره که من دهنمو ببندم. مرسی. بله. این چیزا رو به من نگو. یه همچین چیز. از یه طرف دیگه میگه به من بگو چی میخوای من بگم. خب خیلیه. آدم پر باشه و نتونه خالی کنه. اینا حقیقتاییه که خودمون تا الان خوندیم، یعنی حرفایی که خودش زده. حالا میگم هر جوری میخواین ازش برداشت بکنیم، برداشت من یکی اینطوری بوده تا حالا. حالا این داستانش چی بوده؟ این داستان راجع به همون اون نابینا و مصحف خواندن، همون که گفتم کسی میره دیدن دوستش، دوستش نابینا بوده و این شب بیناییشو میگرفته که بتونه بخونه قرآن رو. بعد از اون راستشو بخواید داستان صفت بعضی از اولیا که راضی هم به احکام و دعا و لابه نکنن که اون حکم را بگردن. صحبت اینم کردیم، ما این رو بخونیم و بعد دیگه بعد از اینم شروع کنیم. بشنو اکنون قصه آن رهروان که ندارند اعتراضی در جهان. میگه ببین یه سری آدم های رهروب، یعنی کسایی که دیدن راهو و راهو قشنگ بلدن، دوباره این انسان های کامل که ندارند اعتراضی در جهان، به مشیت الهی اعتراضی نمی کنن، به اون چیزی که این زندگی بهشون میده اعتراضی ندارن. اینجوری بهتون بگم، زولیا اهل دعا خود دیگرند که گهی دوزند و گاهی میدرند. یه عده دیگه هم هستن از این اولیا که اینا هم اهل دعان، بعضی موقع ها میدوزند بعضی موقع پاره میکنند. یه موقع با بچه بودم گفتم تاجر یعنی چی؟ ما اونم میگفت یکی که تا میکنه بعد جر میده. حالا این هم همین صحبت. قوم دیگر میشناسم زولیا که دهانشان بسته باشد از دعا. پس یه عده هستن که اینا آدم های اکتیوین، بقول بچه ها خیلی اکتیویستن، میگم بالاخره خودشون رو صاحب منصبی هم میدونن، دعا میکنن نسبت به اون چیزی که فکر میکنن. حتی اون چیزی که فکر میکنن درستم اینجوری نیست که حالا طرف مثلا سوپریم جاج باشه چیز کنه. اینا همشون زیر تسلیم خداوندی این کارا رو میکنن. قوم دیگر می شناسم زولیا که دهانشان بسته باشد از دعا. یه سری از اولیا هم هستن که اینا اصلا دعا نمی کنن. از رضا که هست رام آن کرام، جستن دفع قضاشان شد حرام. به خاطر رضایتی که دارن به هر اتفاقی که می افته، دفع قضا برای اینا حرامه. میگن ما دفع قضا نمی کنن. هر اتفاقی باید بیفته میفته. قضای الهی. در قضا ذوقی همی بینند خاص، کفرشان آید طلب کردن خلاص. یعنی تو اون قضا اینا یه ذوقی میبینن، یعنی اون اتفاقی که داره میفته برای اینا یه روشنی داره، یه قشنگی داره و به خاطر همین از این نمیخوان، از اونم نمیخوان دریغ کنن، دوست دارم ببینن اونو. مثل حضرت زینب که وقتی یزید کار شد، یه مثالش بله. تو اینا نکرده، جلوتر میکنه. بفهم ولی یکی مرضیه آیه قرآن دیگه، دعوت حق به
به دومیه، میگه یا آیت هم نفس مطمئن نه ارجعی برگرد بله الى رب راضیتن اولی بله مرضیه، مرضیه دومیش که الان اشاره بهش کرد مرضیه، پس میشه اون کسی که هرچی اتفاق افتاد میگه باشه. آها راضیتن مرضیه فتخلی فی عبادی فتخلی جنت، یعنی وقتی از راه عبادت به این مقام رسیدی میتونی وقت جنت نه فقط اینجا بلکه اونجا داشته باشی. اشاره این داره به این آیه اینجا تو این نکرد نه، یعنی تو متنی هم که خوندم این خلاصی که پرمند تو این آیه مستقیم بله. حالا این راستشو بخواید به داستان دقوقی که میرسیم اینو باز میکنه و اونجا راستشو دو سه تا آیه قرآن هست که ازش چیز کرده، ولی ممنون. این آیه های آخر سوره درسته. کدوم سوره است؟ یادتون نمیاد شما؟ خود آقای زاموشی ها دوش ندید یا عیت من نفس و مطمئن نه. آره به هر حال بعد میگه حسن زنی که حسن زنی بر دل ایشان گشود که نپوشند از غمی جامعه کب، یعنی یه فکر خوبی اینا دارن که از هیچ چیزی اینا جامعه کبود نمی پوشن یا لباس سیاه تنشون نمی کنن. اگه یادتون هم باشه هفته پیش دو هفته پیش گفتیم از بایزید بسنامی پرسیدن که چه خواهی گفت؟ چی می خواهی؟ گفت آن خواهم که هیچ نخواهم، چیزی رو می خواهم که هیچی نخواهم. خب حالا سوال کردن بهلول آن درویش را، گفت بهلول آن یکی درویش را چونی ای درویش واقف کن مرا. اینجا دوباره درویش یه آدم وارسته است، یه آدم واصله. گفت چون باشد کسی که جاودان بر مراد او رود کار جهان. سوال بهلول اینه چی جوریه یه آدمی که همیشه جاودانی بر مراد او رود کار جهان، همیشه دنیا اون اتفاقی که اون بخواد میفته. خب سیل و جوها بر مراد او روند، اختران زانسان که خواهد آن شوند. تمام این جوها و سیل و بارون و هر اتفاقی که میاد همش به خاطر خواست اینه و ستارگان هم اون چیزیو که این میخواد براش تا پیش بینی میکنن. زندگی و مرگ سرهنگان او بر مراد او رود، ببخشید بر مراد او روانه کو به کو. زندگی و مرگ مثل این فرمانده های این میمونن، یعنی این پادشاه زندگی و مرگ در کنترل اینه. ببین جالبه حرفی که میزنه عمق داره، به قول امریکایی ها دپث داره. هر چقدر فکر کنین راجع به این فکر داره بازم که زندگی و مرگ فرماندهان یه پادشاهی بشن. چرا؟ چون ما داریم زندگی رو جبری میدونیم، مرگم جبر میدونیم یا فکر میکنیم یا بعضی همون میدونیم. حالا بخوام چیز کنم، ولی این میگه زندگی و مرگ سرهنگان او بر مراد او روانه کوه به کوه، هرچی این بخواد کوه به کوه میرن یا هرچی این بخواد داره میشه. هر کجا خواهد فرستد تعزیت، هر کجا خواهد ببخشد تهنیت. هر جایی رو بخواد تعزیت یعنی عزاداری میفرسته، هر جا بخواد تهنیت و شاد باش میده. سالکان راه هم بر کام او، ماندگان از راه هم در دام او.
اونایی هم که دنبال این راه هستن، دنبال این مسیرن، رکابدار اینه. اونایی هم که نتونستن حتی این راهو پیدا کنن، تو احاطه اینن، یعنی زیر سلطه‌شن باز. هیچ دندانی نخندد در جهان، بی رضا و امر آن فرمان رو. گفت ای شه، راست گفتی همچنین، در فر و سیمای تو پیداست. جواب میده بهش، میگه راست میگی اینو. و از سیمات و از اون هیبتت معلومه که رسیدی به یه همچین جوابی. اینو صد چندینی ای صاد، ببخشید، اینو صد چندینی ای صادق، ولیک شرح کن این را، بیان کن نیک. دوباره طرف میگه قبول همه اینا که گفتی درست، ولی من میخوام همشو برام بشکافی. آنچنان که فاضل و مرد فضول، چون به گوش او رسد آرد قبول. مرد فضول میشه آدم زیاده گو. میگه ببین، من میخوام هر آدمی، آدمای عامی هم وقتی اینو بشنون بتونن قبول کنن. تو یه سری صفات گفتی، یه سری حال رو گفتی، ولی من میخوام همه بفهمن. من این سری چیزا فهمیدم یا میدونم، میخوام همه بدونم. آنچنان شرح، آنچنان از شرح کن اندر کلام، که از آن بهره بیابد عقل عام. که همه آدمای عامی هم بفهمن حرفت چیه. ناطق کامل چو خان باشی بود، خانش پر هر گونه آشی بود. میگه اون ناطق کامل، اون آدمی که قشنگ خیلی کامل میتونه صحبت بکنه، چون سفره گسترده‌ای داره، هر کسی برای هر کسی یه غذایی داره توی این سفره گستردهش. تو هم میدونم یه غذایی داری که به درد همه بخوره. اینجوری خونده نمیشه، ناطق کامل چو خان باشی بود. چو خان باش یعنی خان باشی، یعنی کسی که خیلی اسم دیگه، یه خیلی آشپزخونه داره برد. یا خیلی غذا میده یا یه همچین چیز. بله، اینجا هم یه چیز گذاشته بودم، چیز سکون، ولی خوندن منم متاسفانه حال تو خوب نیست. منم مثل اینکه حالم خوب نیه. ایشون سه هفته از اینو دارم. سه هفته چه؟ دو ماه دارم میگم اثر نمیکنم. که نماند هیچ مهمان بی‌نوا، هر کسی یابد غذای خود جدا. پس این سفره که تو داری، همه میتونن ازش بهره بگیرن. همچو قرآن که به معنی هفت توست، خاص را و عام را مطعم دروست. هفت توست، مرسی. هفت توست نیست، هفت توست، بله. حدیث هست مثل اینکه قرآن میگن هفت بطن داره یا هفت لیر داره. به خاطر همین میگه که این لیراش برای همه، بالاخره توش یه چیزی هست، یه سریش برای عام، یه سریش برای خاص. گفت این باری یقین شد پیش عام، که جهان در امر یزدان است را. گفت باش. میگه به هر حال جلوی همه این شکی توش نیست که جهان تو امر خداونده یا یزدانه یا خالقشه. هیچ برگی در نیفتد از درخت، بی قضا و حکم آن سلطان بخت. این آیه قرآنه، مال سوره انعام آیه 59، که قشنگ میگه که هیچ برگی نمیفته مگر اینکه خدا بخواد. خب، از دهان لقمه نشد سوی گلو، تا نگوید لقمه را حق کد خلو.
میگه تا موقعی خدا نخواد حتی قضا از این گلو هم پایین نمیره. میل و رغبت کان زمام آدمی است، جنبش آن رام امر آن غنی است. خواستن و میل به چیزی، اینم که ما فکر میکنیم مال آدمیه، در حقیقت دست کسی دیگه است. در زمین ها و آسمان ها ذره ای پر نجنباند نگردد پره. دیگه تا به جایی که زمین و آسمون هم یه پری همینجوری نمیجنبه، همه چیز زیر حساب کتاب یزدان. جز به فرمان قدیم نافذش شهر نتوان کرد و جلدی نیست خش. میگه به غیر از فرمان قدیم، یعنی فرمان قدیم اینجا یعنی فرمانی که همیشه بوده، شهر نتوان کرد و جلدی نیست خش. اینجا جلدی کردن یعنی قدرت نمایی کردن. میگه اصلا جلوی این نمیشه قدرت نمایی کرد، اصلا کار درستی نیست. بیسیکلی باید سر فرو بیاری. که شمرد برگ درختان را تمام، بی نهایت کی شود در نطق را. یه ببین، کسی نمیتونه بدون چند تا برگ رو درخت هست، یا کسی نمیتونه اصلا بی نهایت رو بشموره، ولی ما حرفی داریم میزنیم میگیم همه اینا زیر سلطه یزدان. اینقدر بشنو که چون کلیه کار می نگردد جز به امر کردگار، چون قضای حق رضای بنده شد حکم او را بنده‌ای خواهنده شد. بگه ببین کل کار غیر از امر خداوند اتفاق نمیفته. کلیه کار اینجا چرخ و فلکیه که داره اتفاق میفته. خب چون قضای حق رضای بنده شد، حالا تو این چرخ و فلکی که داره میره یه سری از قضا و قدرهای خداوند ماها دوست داریم، خوشمون میاد یا باهاش راضییم، حکم او را بنده خواهنده شد. ما خوشمون میاد از یه سری از این چیزا، بیسیکلی نی تکلف. اینجا تکلف یعنی رنج بردن. نی تکلف نه پی مزد و ثواب، بلکه طبع او چنین شو مستطاع. حالا خوشمونم که میاد میگی ما راضییم به همه چی البته، و میگه که بدون اینکه رنج ببری و نه مزد و ثوابی هم داشته باشه این مسئله، بعد میگیم که هرچی قضای خداوند بده ما راضییم. زندگی خود نخواهد بهر خد، نی پی ذوق حیات مستلز در حقیقت واقعا اینجا من چیز گذاشتم، ولی لذت جوینده در حقیقت میشه. وقتی که به قضا و قدرم تن میدیم، بعد زندگی رو میگیم ما برای خودمون که نمیخوایم، بلکه اینو ما میخوایم برای ما زندگی رو برای خدا میکنیم و نیپه ذوق حیات مستلز. اصلا دنبال حیات لذت برنده خدام نیست، لذت برنده این دنیا نیستیم. هر کجا امر قدم را مسلکیست، زندگی و مردگی پیشش یکیست. حالا من یه اشتباهی کردم اینجا، این صحبت رضای بنده موقعی قضای حق رضای بنده میشه که بنده واصل باشه، داره اونو توصیف میکنه، من اشتباه اینو معنی کردم. حالا میگه هر کجا امر قدم را مسلکی، زندگی و مردگی پیشش یکیست. اون کسی که
قضای خداوند و به قضای خداوند رضا داشته باشه، زندگی و مردگی هم پراش یکیه. بهر یزدان میزید نی بهر گنج، بهر یزدان میمرد نه از خوف و رنج. میگه به خاطر خدا زندگی میکنه، نه برای اینکه حالا گنج اینجا هم میشه گنجی که تو این دنیا میگیریم ما، ثروت اینجا، و هم یه گنجی هم بعضیا به خودشون قول دادن که تو دنیای بعدی قراره بگیرن. میگه برای اونم زندگی نمیکنه، برای خوف و رنج هم نیست، از چیزی ترس نداره، یا ترس جهنمی این وسط در کار نیست. هست ایمانش برای خواست او، نه برای جنت و اشجار و جو. اینجا جنت و اشجار و جو بیسیکلی میشه بهشت و درخت طوبی و اون رود کوثر. ترک کفرش هم برای حق بود، نز بیم آن که در آتش رود. اگرم کفر نمیگه برای خدا نمیگه، نه اینکه بترسه از اینکه بره تو آتش. یه حدیث از حضرت علی اینجا، این مثل اینکه مولوی به این داره استناد میکنه که میگه گروهی از خداوند رو به جهت میل به بهشت میخوان، به اینا میگه سوداگران. گروهی خداوند را به جهت بیم از جهنم میخوان که به اینا میگن بردگان، و گروهی خداوند را میپرستن به خاطر آنکه او شایسته پرستشه، به اینا میگن آزادگان. هفته پیشم تو این سخنرانی که این دوباره یادم رفت آقای انتظام کردن، یه گریزی کردم به اینکه چرا امام حسین گفته که اگر دین نداری لااقل آزاده باشین. آزادگی اینه که به یه مقامی، به یه چیزی شما باور داشته باشین و نسبت به اون باورتون پایدار باشین. پای حرفت وایس. صحبت سر این نیست که چقدر دین داری. پس اینجا آزادگی بالاتر از دینداری. حضرت حسین چجوری انتظار داشته اینه که دین ندارن حالا آزادی باشن؟ من فکرم که این مفهوم آزاده چیزی بالاتر از دینداری باشه. نه خب مثل حالا دیگه شما چجوری فکر میکنید؟ پرینسیپلشو خوش باید. نه خب بذار من نمیدونم الان این صحبتی که شما کردی این حرفو که امام حسین به لشکر یزید میگه خب اگه دین نداری لااقل آزاده باش. به خاطر اینکه دین به شما یه سری پرینسیپالا میده، یه سری اصول میده، کسی رو نکشید، بیگناه نکشید، زن بچه مردم به اصطلاح خراب نشید سرشون، دزدی نکنید. آیا اینا رو فقط دین به ما میده یا اینا اصلا کلن چیزایی که ما میدونیم؟ کدوم مسلک و مرامیه که میگه مثلا زن و بچه مردم رو بگیر بکش؟ نه، دین رو اینها صحه میذاره. خیلی از اینها خارج دینیه. درست. خیلی از اینها خارج دینیه. ولی اگر یک کسی به مسائل دینی اعتقاد نداره که اومده لشکرکشی کرده و به خاطر دو تا کسی گندم رو نمیدونم یا والی شدن ری رو نمیدونم فلان بهمان، با وجود اینکه میدونه که کارش خلافه، اکثرا میدونستن که کار غلطی دارن انجام میدن، اومده این کارو میکنه، چجوری میتونه اینو انتظار داشت که اینا آزاده باشن؟ حالا اون حرفی که میزنی بالاتر از دینداریه. شاید مثال واضحش حور باشه، درسته؟ بله. که حور کسی بود که تا صبح روز عاشورا تو لشکر یزید بود دیگه، ولی بعد از اون بود که صبح بود که اومد اینور، که حالا طبق داستان ها به امام حسین گفت که من بودم که جلوی آب و بستم و اینا، ولی الان میخوام اولین کسی باشم که برم به جنگم. فکر میکنم اینه، یعنی آزادگی، حالا آزادگی یه حرفیه. ما اگه یه کلاسی که من میرفتم یه سه تا پیمان ما باید میبستیم. یکی اینکه باید پیمان اولی بود که من به عنوان یه آدم یه سری
اعتقادات و نظرها و یه سری باورها دارم و حق اینم دارم که هر وقتم بخوام این نظرات و باورامو عوض کنم به هر دلیل. خب بعد پیمان دومون بود که ما باید نفر بغلیمونم یه همچین چیزی رو براش اصول میکرد. اونم مثل من یه انسانه، یه سری حق و حقوقی داره و یه سری چیزایی رو بهش باور داره و به خاطر همین میتونه هر وقتم بخواد اونم میتونه نظرشو تغییر بده. این دو پیمان اولمون بود. سومی هم بود که ما باید به زندگی روا داشته باشیم که بیسیکلی این رضایت به زندگی بود که هر اتفاقی که میفته برای خوبی ماست. حالا موقعی که من اگه بتونم مرد و مردونه اگه چیزی رو دارم اشتباه کردم وایسم باش بگم، به نظر من این جزی از آزادگیه. یه نه تنها آزادگیه، یه وارستگی هم هست که من تونستم خودم رو بکنم از اون چیزی که شاید من رو هولد بکم میکرده و بتونم خیلی راحت بگم نه من اشتباه کردم. موسیقی خان الان امروزه من خودم سراغ دارم کسی که اصلا دین نداره برای خودم شد ولی انقدر انسان خوبیه، هرگز نه دروغ میگه نه کار بد میکنه، اخلاقیات واقعا رعایت میکنه ولی دین اصلا نداره. چقدر مارکسیست بزرگ داریم تو تاریخ. حالا صحبت مارکسیزم و اینا نه منظور این که دقیقا قبول میکنم. ببینید بازم میگم صحبت سر تعریفای ما یه سری میگم خوبی بازم جا داره البته صحبت کردنش. میدونین چی میگم؟ حالا آیا دینداری ما به خاطر اسارتمونه یا به خاطر آزادیمونه؟ آیا عقاید ما به خاطر آزادیمونه یا به خاطر اسیر بودنمونه؟ ما اسیر چی هستیم یا از چی آزاد شدیم که یه سری عقیده ها رو داریم؟ ببینید به خاطر همین شعر هست دیگه، به خاطر آتیش جهنم یا بهش یا به خاطر یا همون دیگه. اگه آتیش جهنمی که ما اسیریم، آزاد که نیستیم، ما اسیر یه چیزی هستیم، ما به خاطر این اسارتمون مجبور یه کاری انجام بدیم. هر کسی خودش میدونه کدوم طبقه است. هر کسی خودش میدونه. این معنی ها به نظر من هر یعنی دوست داریم راجعش دوست دارید راجعش حرف بزنیم جا داره، خیلی هم جا داره. ما یه سری چیزها رو اکتسابی میگیریم، بله اونو رو قبول دارم، ولی یه سری چیزها هم مولوی باز میگم صحبتهایی که تا حالا کرده یه سری چیزها هست که ما ذاتی باید پیداش بکنیم بعضی از چیزها. ولی اولش که شروع میکنیم مثل دو آره. جبله که میخوایی سماشه آره. یه سری چیزها رو به احتمال قوی بله خود همونی هم که بیلیف درون خودش یه مذهب میشه اسم همونو بزنه یه مذهب کریشن کریشن یه جوری به وجود اومده که به قول معروف هیچ کسی نیست حتی این آدم دیندار نمیخواد هیچ کسی نیست که ندونه خوب و بد چیه. حالا از عقاید مذهبی یه چیز دیگه ایه. اول از این من شخصا معتقدم مذهب و انسانها به وجود آورده. مذهب خدا رژیم عوض نکرد، از اول تمام پیغمبر رو یه چیزی بود، هیچ کدوم عوض نشد. منتها نه که ما مرده پرستیم، ولی همشون چیزایی رو گفتن که به وجود انسان دقیقاً دقیقاً یعنی نورمالی a good person should do this دقیقاً، ولی هیچ چیزی عوض نشده. حضرت ابراهیم همونی گفته که حضرت موسی و عیسی و حضرت محمد، ولی
ولی چون بشر گوش نمیده هی تکرارش کرد. نه حالا یادتونه مولوی باز میگفتیم او از نظرگاه هست ای مغز وجود اختلاف مؤمن و گبر وجود دقیقا حالا اتاق تاریک که آره. یکی دومش میده پس نگاه کنید این طولا رو ما داریم صحبت از این که آیا این طولا رو ما استفاده میکنیم یا نه این به نظر من یکی از الان بهترین چیزهاییه که ما میتونیم الان نگاه کنیم ببینیم آره واقعا ما این طولامون رو استفاده میکنیم همیشه من تو سرمه آیا با آمدن حضرت محمد صلی الله علیه و آله بشر دیگه به اون شعور رسید که بعد از اون دیگه اصلا پیغمبر نیاد این یه چیزیه تو فرض من میشه آخه اگه قرار بود به اون شعور بشر رسیده باشه پس اینا چیه؟ پس یعنی ما باید همه چی رو بدونیم دیگه طبیعی که نسل عوض میشه اون نسل قبلی نیستیم ببینید اگه انتهایی داشت آخه اگه به صحبت شعور داریم میکنیم ببخشید این حرف رو میزنم خب میدونم ولی اگه قرار بود انتهایی داشته باشه پس همه میدونستن این انتهاشه دستت که این انتها نه تنها نداشته ادامه هم پیدا کرده تازه جهان بینی های دیگه شروع کرده ازش به وجود اومده به همین ترتیب باید پیامبرای جدید نه کانفیوزیم اگه پیغمبر و رسول با هم فرق میکنن به پیغمبر و ولی حالا من شخصا میگم پیغمبر و رسول با هم خیلی فرق میکنن آخرین پیغمبر بوده ولی رسول به قول معروف از اون وحی خدا خیلی کسا مثل همون اشعاری که میگن اون هیچ وقت قد نشده همیشه هم ادامه پیدا میکنه و دلیل اینکه حضرت محمد از امام حضرت امام از پیغمبر آخره به خاطر کتابه این کتاب کتابی که از یک کتاب فوق العاده ریچیه و به قول معروف این مثل گلستانی میمونه که گلاش باز میشه یواش یواش و این هر اصلی که ما پیش بریم قرآن گلای خودشو باز میکنه و هم رسولان خواهیم داشت که اینها رو میارن باز میکنن اون قنچه ها رو برای ملت من اینو متعقیدم به خاطر اینکه قرآن اینقدر کتاب کاملیه یه رسول بعدی احتیاج نداره که یه چیز جدید بیاره حالا رسول بعد از اون پیغمبر من یه سوال دیگه دارم الان شما فرمودید که وقتی آدم به دنیا میاد با یه روح پاک خدا جزی از خدا میاد بیرون جزی از خدا میاد بیرون سوالم اینه که حالا بعضی ها مذهب دارن حالا مذهب چون یا کریستیانه یا هر چی دوز اومد بعضی ها مذهب ندارن ولی یه کارهای غیر انسانی انجام میدن یه کارهای حیوانی انجام میدن یه کارهایی که آدم نرمال نمیتونه کارا رو بکنه خب اینو چجوری باید توضیح داد اینا از کجا چرا اینجا ببینید مولوی اگه یادتون باشه اینجا مال دفتر اوله یا دو سه تا دیوان کبیر هم صحبتشو میکنه میگه یه کسی ترازوش درست نیست محک چیه؟ الگو چیه؟ با چی مقایسه داری میکنی خودتو؟ محک چجوری میزنی اعمال خودتو؟ صحبت تو دفتر دوم راجع به محک خیلی صحبت کردیم ما خوب و بعد کی تنگ کرده؟ ببینید محکتون چیه؟ میگه ترازو گر نداری پس تو را زور ره زند هر کس یکی قلبی بیاراید تو پنداری که زر دارد اگه ترازو نداری هر کسی میاد یه راهزنی یه دزدی ازت میکنه یکی بر میداری یه چیز تقلبی بهت نشون میده تو فکر میکنی زره اونی که این اتفاق براش میفته میگم همه این طولا رو ما تا حالا خوندیم راجبش من نظر من به یه همچون آدمی میگم این ترازوش اشتباه است ببینید ترازوش اشتباس ببینید صحبت سر اینه خانواده‌ای که پریشب تو افباب بود چهار تاشونو یه نفر کشت زیر خاک کرده آره. دو سال تازه یه نفر رد میشده اینا رو پیدا میکنه بعد از سه سال حالا فهمیدن که یارو که کشتتشون رد زیر خاکش میکرده بوده کسی که این بدبخت همیشه کمک مالی بهش میکرده خودم زیر همون زیر مجموعه اون قضا و قدری که اگه بشه اعتقاد داشته باشیم یه مصلحتی در هستش که ببینید نه میگم اون آدم چی چی ساخته شده اون بیمارو
بهم مرش. ببین ما همه جوابا رو که ما قرار نیست داشته باشیم. ما همه جوابا رو که قرار نیست داشته باشیم. یه سری چیزا رو میتونیم بفهمیم چه اتفاقی افتاده، چی شده. ما هنوز نمیتونیم وصل انسانی که توی کره زمین هست. کنکتش کنیم به چیزی که خدا میگه که ما چجوری اومدیم تو کره زمین. اینه که خیلی چیزا ممکنه باشه. ببینید قبول نمی کنیم. ببینید قبول نمی کنیم. ما میفهمیم. ببینید صحبت سر اینه که میفهمیم که یارو از اون طرف از کجا داره میاد. اون از چه تدبیری به خرج داده که الان صحبت داعش رو مثلا کردن. یه عده آدم هم پشت ایشون یه پرچم میزنن روش مینویسن لا اله الا الله محمد رسول الله، قتل و غارت و جنایت هم دارن میکنن. حالا منم اینجا به عنوان یه مسلمون مجبورم یا از خودم دفاع کنم یا شروع کنم توضیح دادن که آقا اینا اشتی مسلمونی نیست. همه ادیان هم اینو دارن ها. حالا الانه ما کاری نداریم، ما فعلا الانه مودیم به عنوان چیز تو میدیا بالاخره این چیز شده، ولی کلی کریستیان ها کشتن، کلی یهودی ها کشتن، کلی سیک های هند کلی کشتن، مانکا کلی آدم کشتن. یعنی آدم کشی این وسط خیلی ببخشید بشر ما میگیم جایز الخطا است، همچنین خطا کم نکردیم ما به عنوان بشر. بله ما این وسط فقط داریم میفهمیم که یه سری چیزها رو میفهمیم، حداقل اینی که یه سری چیزها رو نمیفهمیم. یه چیزی هم میفهمیم که بابا طرف ترازوش اشتباه است. به همین درجه برسیم که بفهمیم که یه خیلی چیزها رو نمیفهمیم خیلی روش کردیم. آره بعد صحبت سر اینه که اگه آدم ها بتونن با همدیگه رابطه یعنی کامیونیکیت بکنن، حرف بزنن، همدیگه رو بفهمن، خیلی کار داریم. میزان که درست نباشه مثل که تیمور بوده که قرآن رو از تهم میخونده از حفظ، بعد هم خودش میگفته من همه این کارهایی که میکنم به نام قرآن رو خدا میکنم. اعلامیه حقوق بشر رو خوندیم؟ اعلامیه حقوق بشر چی میگه؟ ببینید اعلامیه حقوق بشر یکی از یعنی اصلا حرفی که میزنه میگه بشر به عنوان بشر به عنوان انسان این حقوق رو داره. یه با اون آدمایی که صحبت کردن که این اعلامیه حقوق بشر رو نوشتن یکی از چیزایی که اونا گفتن ما یکی از کارهایی که فهمیدیم همون اول باید انجام بدیم اینه که اعتقاد و مذهب رو از این جریان بکشیم بیرون. به محض اینکه ما اینو می‌خواستیم بذاریم توش این اعلامیه حقوق بشر دیگه هیچ حقوقی به همه آدمای کره زمین تعلق نمی‌گیره. دیگه از اینجا بگیرید برید جلو. اگه دوست داشتین برید بخونینش و ببینید که چجوری این متن رو چجوری نوشتن. هیچکی کاری نداشت. آره ولی حالا بهتون بگم به عنوان ماها تنها کاری که میتونیم بکنیم اینه که یعنی چیزی که از دستمون بر نمیاد یا خودمون رو درست کنیم یا اون چیزی که روش میتونیم کنترل داشته باشیم و اینفلوئنس کنیم. بریم جلو. خب بحر یزدان میزید نی بحر گنج، بحر یزدان میمرد نز خوف و رنج. هست ایمانش برای خواست او نه برای جنت و اشجار و جو. ترک کفرش هم برای حق بود نه ز بیم آن که در آتش رود. این چنین آمد ز است آن خوی او نه ریاضت نه به جست و جوی او.
اینم باز همون حدیث حضرت علی بود که گفتم که فقط برای خودش میخواد، اون کسی که میپرسته خدا رو واسه خودش میخواد نه برای چیز دیگه. آنگهان خندد که او بیند رضا، همچو حلوای شکر او را غذا. اصلا رضا داره وقتی که اتفاق میفته، میگه این هم مشیت خدا بوده، هر چی بوده میگه خیر بوده، هر چی بوده باید میشده. بیت قبلیش چه معنی میده؟ مصرع دومش کدوم؟ این چنین آمد از اصران خوی او، نه ریاضت نه به جستجوی او. میگه خواستن با تمام وجودش بوده، نه دنبالش خواسته بگرده نه مجبور بوده سختی براش بکشه، تسلیم بوده به هر بدون شرط و پی. بحثشون نیست، میگه بحثش رو صحبت میکنه، فکر میگه این خلق و خویی که این شخص پیدا کرده که راضیه به رضای خدا، نه در اثر ریاضت بوده نه در اثر جستجو. همون میگه خودش رو تسلیم کرده بدون شرط و پی. این بدون ریاضت که شما نمیتونید خودتون تسلیم بکنید، ببینید همینجور هوایی که آدم نمیتون خودشو تسلیم آره کنه. ولی اینجا ریاضتی که داره نگاه میکنه اون ریاضتیه که شما میکشین، که برای مثال ما ریاضت میکشیم که ما پس فردا یه پاداشی بگیریم. این اونو داره نفی میکنه یه جورایی. منم فکر میکنم ایشون درست، من فکر نمیکنم که این اکتسابی باشه. من فکر میکنم این سرشتی، یعنی به قول معروف از همون که از بعد به تولد اولیای ما یک سرشتی داشتن. خب این که این ظلمه برقا، خب این جبر رو باید سر کنید. چیه این ظلمه؟ جبر این این ظلمه که خداوند یک عده‌ای رو یه جوری خلق کنه که اینها به این مقام اولیایی برسن خواه ناخواه بدون ریاضت بدون جستجو. ببینین آیا واقعیت داره که آیکیو من با آیکیو شما فرق میکنه یا نه؟ بحث خب اگه فرق میکنه، یکی آیکیو خیلی بالا داره یکی آیکیو خیلی پایین داره، این یه سری جبره. ایرید وار ایرید یعنی یه سری جبرهای وجود داره. آیکیو یه مقدارش ارثیه، یه مقدارش هم اکتسابیه. ارثیش میشه جبر. بخشش در نظر من و شما، برای من و شما جبره، ولی اگر پدر مادر ما و اجداد ما خودشون طوری تربیت کردن که از یک کوشی از نظر اکتسابی بالاتر برن و این به صورت ارثی به من رسیده، در حقیقت باز جبر نیست. یه کسی دیگه یه زحمتی رو کشیده که من تونستم یا آیکیو بالاتری نسبت به دیگران مثلا داشته باشم. ما اشتباه نکنیم، شعر راجب رهروه داره، رهروس راجب سالک داره صحبت میکنه. آره ولی میگه بدون ریاضت به اینجا رسیده، بدون جستجو به اینجا رسیده. ببینید این ریاضت رو شما جزء وسیله به اینجا رسیدن میدونید. این میگه برای اون رهرو این ریاضتی نداشته. اونجوری نگاهش کنید، خواستش بوده، شاد بوده نسبت به این، ذوق داشته که به این مسئله برسه. جستجوشو چیه؟ حالا ریاضت چه اینجوری تعمیر کردیم؟ جستجوشو چیه؟ جستجوش هم اینه که بوده باشه که به این مرحله برسه. جستجوش هم اینه که خب یه عده میتونه، یعنی یه عده به قول شما شانس آوردن، رایت؟ این حرف اینه دیگه، آخر سر حرف که میخواین بزنیم این طرف شانس آورده. ببینید اون جرقه وقتی روشن بشه بعد چی میشه؟ خب طرف تو راه میفته با این جرقه، ولی طرف بدون، به نظر من طرف بدون اینکه خودش با یک آگاهی، با یک زحمت، با یک جستجو کردن، با یک شب نخوابی کشیدن، با دعای سحری، با نماز شب، با نمیدونم حالا هر چیز اسمشو میخواید بذاری، ببینید امکان رسیدن به این همچی چیزی وجود نداره. این چنین آمد ز اصل، یعنی از اصل اینطوری اومده. آن خوی او نه ریاضت نه به جستجوی. بر بحث من هم همینه که اگر یه کسی از یعنی اصل اصلا اینه، یعنی فت جان آره
اینجا هم توضیحش اینه که از فطرت الهی اومده. یعنی داره، تو خودش داره. نه همون باید دسترسی پیدا کنه. آره ولی من خداوند از نظر فطری بنده رو یه جور خلق کنه، شما یه جور دیگه به شما یه چیزایی بده که به من نداده یا به من یه چیزایی بده که به شما نداده، نمیتونه سوال جوابی که از من شما میکنه یکسان باشه. خب یکسان نیست. خدا تو قرآن میگه هر کسی به اندازه فهمش مورد مؤاخذه قرار میشه. هیچ وقت دو نفر رو به یک چوب نمیرونه. خیلی خب، پس اون که میره آدم میکشه؟ نه. عقلی که خدا بهش نداده و دیوونه خلقش کرده میره دست با آدم کشه. برای همین میشه میگن که جاجمنت نمیشه کرد. هیچ که نمیتونه جاجمنت کنه در مورد فردی. فکر کنیم 100% میره جهنم. Because we don't have the tools of the judgment. دقیقا همینه. آخر سر به کجا رسیدیم شما؟ من رو جایی نرسیدیم. خداشناسیه تو وجود همه هست. همه دارنش. منتها بعضی ها در طی زمان اینا کمی خرابش میکنن، بعضی ها بهترش میکنن. بالاخره یا بهش میرسن یا اینکه همیشه زیر یه سری خار و خاشاک میمونه. همه هم ندارن. ادهی که با ناراحتی مغزی به دنیا میان از نظر ما نمیدونیم اون چیزی که به نظر ما میاد. ببینید فلا یه دیفکت جسمانی دارن که نمیتونن درست فکر بکنن فلان. خدا عوضتون بده. دست به هر کاری. الان این آقایی که استیون هاکینز هست دیگه از این دیگه چیزتر نیست که این دیفکتش یعنی طرف حرف هم نمیتونه بزنه. ولی یعنی ملت فقط دیوونه اینن که برن بهش. سه دفعه حالا زنگ گرفته. فکر اینو بکنید. چیکار است؟ استیون هاکینز فیزیکدانه. این فیزیکدان معلول. بله. معلول که این فقط میبینه و با چشمش اشاره میکنه و این کامپیوتر که جلوشه اینو میخونه. از این دیگه دیفکت دیگه چیزتر نیست. ما نمیتونیم اینو، ما علمشو نداریم که بدونیم حکمت این چی بوده. ولی الان آقای هاکینز رو شما بخواید ببینین یعنی تحویل نمیگیره. خیلی ببخشید. شما باید پیپرتون رو بفرستین. یه کمیته این پیپر رو برمیداره ریویو میکنه. بعد به این رکامند میکنن مثلا سالی 3-4 تا پیپر رو که این تازه بشینه مثلا اینا رو بخونه حالا با شما مذاکره کنه. یه سری چیزا رو قبول میکنیم که نمیدونیم. یه آخرش ولی از اون طرف هم این یه چیزیست که نامعلومه، نمیشه اصلا. ایشون معتقده چون زمان به وجود آمدن زمان بعد از بیگ بنگ بوده، بنابراین زمان از اون موقع شروع شده، بنابراین نمیتونیم به چیزی معتقد باشیم که قبل از اون وجود داشته باشه. پس ایشون زمان رو اصل میدونه. بله، زمان رو اصل میدونه. میگه زمان و مکان بعد از بینگ بنگ شروع شده. بنابراین شما به موجودی که قبل از بینگ بنگ وجود داشته باشه نمیتونید اعتقاد داشته باشید. به این دلیل خدا رو از این زاویه نگاه میکنه و به این صورت معتقد به خدا. ما رو تو زمان اینجا دفعه صحبت کردیم. یه بحثی رو دکتر سروش میکنه از غزالی. که حرفش اینه که میگه که شما مثلا فردا هنوز به وجود نیومده، شما فردا رو نمیدونین چه اتفاقی میفته. یکی دلایلش که نمیدونین چه اتفاقی میفته چون هنوز به وجود نیومده. چون اگه فردا به وجود اومده بود الان فردا نبود، الان بود. پس حرف ما اینه که حالا برمیگردیم به وقت مولوی میگه عمر همچون جوی نو نو میرسد. معتقد اعتقادی که داره اینه که هر لحظه که جلو میره داره یه چیزی خلق میشه و ما میبینیمش.
ده دقیقه دیگه هم هنوز خلق نشده، به خاطر همین ماها نمیبینیمش، نمیدونیم ده دقیقه دیگه چه اتفاقی میفته. اینم کانتر آرگومنت اونورش، چون اصلا زمان رو راست شو بخواین اینا یه جور دیگه نفی میکنن، قبولش ندارن. جالبه، اینا بحثای خوبیه، به نظر من خیلی بحثای خوبیه. حالا آنگهان خندد که او بیند رضا، همچو حلوای شکر او را غذا. این انسان سالک وقتی رضا و میخنده، خوشحاله از این رضا، از این راضی بودن خودش، و غذا رو اینه یه حلوای شکری میبونه، یعنی یه چیز خوش براش. بنده ای کش خوی و خلقت این بود، نه جهان بر امر و فرمانش رود. اگه یه بنده یه همچین خوی و اخلاقی داره، این وسط دنیا به کامش همیشه. پس چرا لابه کند او با دعا که بگردان ای خداوند این قضا. میگه اگه همچه آدمی داره، دنیا به کامش داره میره، اصلا واسه چی دعا کنه که این عوض شه؟ همینو خوشه، باهاش خوشه. مرگ او و مرگ فرزندان او بهر حق پیشش چو حلوا در گل. اشاره به داستان قبلی میکنه که مرگ خودش یا مرگ بچه‌هاش عیناً یه حلواست براش، یه شیرینه. میتونین یاد چی افتادم بدنم؟ یاد مادری که دو تا پسرش یا سه تا پسرش توی جنگ ایران و شهید شده بود و اصلا چیز نمیکرد، خیلی مستقیم گفتش که هدیه خداوند واقعا. یه عده منم دیدم، یه عده واقعا، یعنی مصیبتی که برای بقیه به نظر مصیبت میاد، واقعا راضی بودن به رضای خدا. من شخصا زمان انقلاب مادر رضایا رو از یه جایی که سخنرانی میکرد بردمش خونه. اصلا طرز این که این صحبتش کامش اصلا عجیب بود برای من. و 6 تا یا 7 تا بچه‌هاش رو اعدام کردن. 6 تا بود نه؟ 4 تا بودن. 4 تا حال نمیدونم. در صورت همچین کسایی هستن. بله. نزع فرزندان بر آن با وفا، چون قطایف پیش شیخ بینوا. نزع یعنی جان کندن، مردن. مردن فرزندان برای اون آدم. قطایف هم اسم یه حلوا و شیرینی بوده، مثل قطایف میمونه برای شیخ بینوا. پس چرا گوید دعا؟ الا مگر در دعا بیند رضای دادگر. میگه دعا نمیکنه مگر اینکه رضای خدا رو توش ببینه. آن شفاعت وان دعا نه از نظر رحم خواهد، میکند آن بنده صاحبش. اگر اون شفاعت یا اون دعا رو بخواد بکنه، برای خودش هم نیست، میکند آن بنده صاحب رشد. اون آدم راه یافته اینو میکنه به خاطر باز، حالا به خاطر خداوند. رحم خود را او همان دم سوخته است که چراغ عشق حق افروخته است. وقتی که عشق خدا تو دلشه، دیگه براش رحم و مروت، یعنی اینا سوپرسید میکنه رحم و مروت رو براش. کاری رو میکنه که میدونه رضای ایزده. دوزخ اوصاف او عشق است و او سوخت مر اوصاف خود را مو به مو. همه اوصاف خودش یکی یکی میسوزونه و عشق باعث این میشه که اوصاف زمینیش از بین بره.
و این عشق البته خب عشق به اون سورس و خداونده. هر تروغی این فروغی که شناخت جز دقوقی تا در این دولت بتا. تروغی یعنی آدمی که شب میگرده، نگهبان شبه. یه آدم شب رو شبگرد، این غروب و یا این چیزی که یه سوختنیه، این سوختن رو نمیفهمه. در صورت که آدم شبگرد با شب باید خیلی آشنا باشه، ولی این فروغ رو نمیفهمه. در حقیقت یعنی چی؟ یعنی این دنیای ناپیدا برای هر کسی پیدا نیست. صحبت شبگردی نیست، صحبت این دنیای ناپیداست. برای هر کسی پیدا نیست. چون دنیای ناپیدا عین دنیای تاریک میمونه برای ما دیگه. اون کسی که با تاریکی یکیه، آدم شبگرد که دوست داره تو شب، بالاخره حالا کارش نگهبانیه هرچی هست، با شب آشناست، ولی این دنیای تاریک رو نمیفهم. جز دقوقی، حالا جزی آدمی به اسم آقای دقوقی.